قسمت هشتم و آخر فصل دوم سریال رینگز آف بالاخره پخش شد و خب باید با این سریال فعلا خدافزی بکنیم و میری یه جای اولوش سال 2026 که فصل سومش بیرون بیاد البته فعلا حرفی از تمدید ادامه سریال نزدم ولی خب مطمئنه این کار انجام میدن چون تیم سازنده در مورد برنامه هایی که برای فصل جدید داشته داره صحبت میکنه که کاملا مشخصه که برای فصل سوم این سریال تمدید میشه و خب تو این ویدیو میریم سراغ بررسی قسمت آخر این فصل رو با هم دیگه در مورد نکات مخفی سرگاش حتما صحبت میکنیم درود به همگی من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم قبل از اینکه بخوایم بریم بررسی رو شروع بکنیم یه نکته اینجا بهتون بگم برای کسایی که حالا طرفدار سگانه ارباب بودن که پیتر جکسون ساخته یا سگانه هابیت رو تماشا کردن مطمئنا خب دلشون میخواست این سریال یه مقداری با کیفیت بالاتری بیادش و جلو بر اتفاقاتی که داره نشون میده اتفاقاتی باشه که به کتاب نزدیکتر باشه ولی خب این همچین اتفاقی اینجا پیش نیامده و قرار هم نیست همچین اتفاقی بیفته چون تیم سازنده گفته که قرار بیایم یه سری تغییراتی داشته باشیم که اصلا شای به اتفاقات داخل کتاب نیست به نظر زمانی و جدول زمانی اتفاقاتی قرار پیش بیادش مطمئنا یه سری سرپرایز عجیب غریبی و برامون داره مثل اینکه اینجا دیدیم گندالف تو اصر دوم بهمون معرفی کردن که اینکه بخواد یه مقداری داستان رو بهتر متوجه بشید اطلاعات بیشتری به دست بیارید بهترین کار اینه که اگه علاقه زیادی به دنیای تالکین دارید و میخواید اصل ماجرا رو بدونید بهتره که برید کتابا رو بخونید حالا اینجا براتون دو مدل روش اینکه که کتابا رو چطوری بخونیم و میذارم یکیش براساس اساس تاریخ اتفاقاتی که پیش اومده یکیش هم براساس اینه که میگن مثلا تجربه بهتری داره این مدلی خوندن که کتابا رو از سری هابیت شروع بکنیم و پایین بیایم این دو تا لیست رو اینجا براتون میذارم یکی بر اساسه. تاریخ اتفاقات یک بر اساس تجربه خوندنی که پیشنهاد میشه شروع بکنید به خوندن میتونید اینطوری برید کتابا رو شروع بکنید که اطلاعات خیلی بیشتری هم اونجا وجود داره و عظمت دنیای تالکین رو خیلی قشنگتر میتونید متوجه بشید بریم با اسم این قسمت شروع بکنیم که شادو ان بود که کاملا میاد اشاره میکنه به اتفاقی که ابتدای این قسمت داریم مینیم یعنی درگیری که دورین سوم با بالروگ دارن و اون مبارزه که اینجا پیش میادش دورین سومی که اینجا دارید میبینید حتی اگه حلقه رو تو دست خودش میکرد خب حریف باروگی که روبروش بود نمیشدش اینطوری بودش که خب میدونید اون باروگی که دارید میبینید یه مایار حسابی قدرتمند جز کاراکترهایی که حتی توی مسیر داستان اتفاقاتی که کتاب داره به این موضوع اشاره میشه که خود سارون هم دلش نمیخواست که با این باروک رو سرشاخ بشه و اینطوریه که حسابی قدرتمند و این اتفاقی که اینجا داره میفته دورین سوم که باش مبارزه میکنه که بدون شکم کشته میشه مطمئنا از این بعد قراری که لقب قاتل دورینو برای این باروک داشته باشیم حالا اتفاقاتی که کتاب داشت اینطوری بودش که وقتی که این باروک بیرون میادش و دورین شیشامو میکشه این لقب به دست میاره ولی خب اینجا اتفاقات داره زودتر پیش میاد و این لقبم زودتر به دست میاره حالا شاید سوال اصلی که توی ذهنتونه این باشه که اصلا شادو ان فلیم چه ربطی به این بار روگه داشتش توی سگانه یه جایی داریم که گندالف میاد در مورد اون هرسو و که دورفا داشتن که اومدن حفاری بیشتر انجام دادن صحبت میشه و بعدا میاد به این موضوع اشاره میکنه که این هرسو و تمه و حفاری زیاد باعث بیدار شدن موجودی از سایه شد موجودی از جنس سایه و شعله که میاد کاملا اشاره میکنه به این باروگی که داریم میبینیم باشون این قسم متوجه میشه تمه زیادی که حلقه توی وجود دورین آورده باعث شده که اون حفاری بیشتری انجام بده حفاری که ما رو به یه منبع بزرگ متریل میرسونه که حسابی هم داره نشون میده که شاخهای زیادی هم داره ولی خب این همه شاخه زیادی داشتن اون پایینش با روگم نشسته که همچین اتفاق جالبی نیست دیالوگایی که اینجا دارن دورین چهار برمیگرده میگه که این کوها برای ما نیست برمیگرده به حرفی که تامان برگشته و گفته بود که این زمینایی که اینجا وجود داره برای ماها نیستش که اتفاق خیلی جالب و داره بهمون نشون میده اینکه همه چیزی که اینجا وجود داره خب برای استفاده کردن ولی خب قدرت اصلی و منبع اصلی که بالا سر همین و ایستاده ایلوواتاره با اومدن واروک دارید متوجه میشید اتفاقی که اینجا پیش میاد کاملا شبیه اتفاقاتیه که توی سگانه هم داشتیم همون شلاقی که پرت میکنه پایی که میکشه کاملا هم اون سکانس رو داره بهمون یادآوری میکنه و اتفاق بعدی که داره پیش میاد اینه که همیشه سر این که با روگو بال دارن یا ندارن بحث بود این کارکتری که اینجا برامون اون درست کردن اگه نگاه بکنیم بالی از جنس دود داره و اون نوک بالاش هم اگه نگاه بکنیم این یه تیکه استخونی شکل هم داره که جذابترش کرده حرفای آخری که بین پدر و پسر اینجا میان رد و بدل میشه سکانس احساسی به نظرم جالب و داره بهمون نشون میده اینکه داری مینیو دورین حلقه رو دستش در میاره به خاطر کارایی که کرده پشیمون میشه و اینکه داره بهمون نشون میده توی تمام مراحل زندگیش خب به پسرش اهمیت خیلی زیادی میداده مثل اون اتفاقاتی که توی مچندازی با هم میگه داشتن اینجا میادش کاملا اون روی سکر رو نشون میده اون قسمت مثبتی که دورین سوم داشت و خب وقتی که حلقه دستش کرده بود یه مقداری اونو از همون دورش کرده بودن و به اون نشون نمیدادن و این سکانس اماسی که میبینیم اون به سمت باروگ میپره و ضربه ای که به هم دیگه میزنن حسابی جذاب کرده بود ماجرا رو تو صحبتی که تیم سازنده داشته برگشته گفته که قراره که اتصالات بیشتری به سگان ارباب حلقا داشته باشیم و اینطوریه که خب تو همین فصل زیاد دیدیم این استرگای مختلفی که به سگانه برمیگشت قرار این اتصالات حتی بیشترم باشه و برسه سر اتفاقاتی که سگانه شروع شده بود و نکته بعدی اینه که نظر جدول زمانی هم خودشون گفتن که ما اصلا قرار نیستش که شبیه به کتاب جلو بریم و این داره بهمون این نکته رو میگه که اتفاقاتی که شاید تو اسرای مختلف قرار پیش بیاد ممکنه که تو این سریال زودتر اتفاق بیافته مثل خود گندالفی که توی اصر سوم وارد ماجرا میشه ولی اینجا داریم میبینیم که توی اصر دوم اون بردنش یا نابودی کازادوم ممکنه که زودتر پیش بیادش جلوتر دارید میبینید که غریبه رو به اون نشون میدن و میاد خب از یه جای رد میشه و چشم سارون رو دارید میبینید که اونجا هم کشیدنش و اینکه داریم جادوگر تاریک رو میبینیم جادوگر تاریکی که اینجا داریم میبینیم اگه غریبه قرار باشه که گندالف باشه بدون شک جادوگره تاریک هم قراره که سالمون باشه تو صحبتش اگه دقت بکنید میگه ما پنج نفر بودیم کاملا اشاره میکنه به همون پنج تایی که اومدن وارد این منطقه شدن تا بتونن جلو سارون رو بگیرن ولی یه دیالوگی این وسط هست که یه مقداری ماجرا رو عجیب میکنه تا به خاطر این بوده که شاید بیان مثلا یه مقداری پیچش داستانی بدن که مثلا ما رو گمراه بکنن تا لحظه آخر یه دفعه بیان بگن اون گندالف و سپرایز بکنن چون اینجا برمیگرد جادوگر تاریک میگه تو منو متقاعد کردی که همراهت بیام وارد این منطقه بشم ولی خب ما اینو در مورد گندالف میدونیم که گندالف از سارون میترسید و اینطوری بود که یه نفر بعد میومد متقاعدش میکرد تو به خودش ببره این داستان متقاعد کردن و همراه شدن یه مقداری شبیه به دوتا جادوگر آبی هم بودش که دوتایی با هم دیگه اومده بودن حتی به سارومان و از طرف دیگه هم رادگاست هم میاد اشاره میکنه حالا حرفایی که اون میاد اینجا میزنه به گندالف اگه نگاه بکنید میگه بیا با هم دیگه سارون رو شکست بدیم خودمون دوتایی با هم حکومت بکنیم این دیالوگ هم دو مرتبه برمیگرده به دیالوگی که سارومان و گندالف با هم دیگه داشتن که برگشت و بیا با هم دیگه وارد تیم سارم بشیم بعدا اونو کنار بزنیمش و از طریق قدرت حلقه بیایم و ما حکومت بکنیم و داره نشون میده که این جادوگر تاریکی که داریم میبینی بدون شک سارومان بعد باشه مدل ریشش هم نگاه بکنید یه مقداری شبیه به همون کاراکتره که اینجا چون یه مقدار جوان‌ترن دارید میبینید که این سیاهی بیشتره اینجا وقتی که اتفاق میفته سنگا میره هوا و گندالفی که میاد رو کنترل میکنه اگه آسمون رو نگاه کنید متوجه میشید که صورت فلکی که همیشه داشت دنبالش میگشت و بالاخره پیدا کرده داره نشون میده سرنوشتش این بوده که وارد این منطقه بشه یعنی اگه دنبال نجات دادن دو دوستاش نمیرفت اون ذات خوبش رو اینجا نشون نمیدادش مطمئنا هیچ وقت نمیتونست به این لوکیشن برسه همون چیزی که تام میخواست ازش میخواست متوجه بشه که ذات حقیقی اون یه ذات سالمه یا قراری که توی مسیر تاری حرکت کنه با ورود به نوم نور متوجه میشید که میان اون درخت نیملوس رو اینجا نشون میدن درختی که داریم نگاه میکنیم حالا بخاطر خاطر نوری که روش افتاده داریم میبینیم که این مقدار رنگ برگاش متفاوت شده ولی نکته که در موردش هست اینه که دور اگه ببینید برگای بیشتری ریخته کاملا مشخصه که اتفاقاتی که اینجا داره میفته اتفاقات خوبی نیست و طبق همون پیش هم که داشتن ریختن این برگا اصلا نشونه خوب نمیرسونه رفتاری که فاروزان اینجا داره کاملا مشخصه به خاطر لمس پالانتیره به خاطر اینکه اومد اون لمس که تونه سارون اتفاقاتی که توی سرزمین میانه داره پیش میاد و ببینه به این سمتی حرکت کرد که بیادش به گروه مؤمنینی که اینجا هستن از این طریق استفاده بکنه و قدرت اونا رو کمشون بکنه حالا یه نکته این وسط وجود داره این چیزی که تو پالانتیر دید به خاطر ذات و نیت قلبی که داشته چون ما اینو دیدیم که گالادریل وقتی لمسش کرد یا میریل و ارندیل اومدن اون لمس کردن تصویرهای متفاوتی رو دیدن ولی اینجا فارزون اومد سارون دید ممکنه که از راه دور سارون اینجا رو کنترل بکنه یعنی نقشه بعدیش این باشه که به سمت نومنا حرکت بکنه چون میدونه اونا حسابی قدرتمندن و نیازی که بتونه دخل اونا رو بیاره و ممکنه که همچین کاری انجام داده باشه یا اینکه فارازانی که داریم میبینیم چیزی که دید و اشتباه برداشت که به خاطر برداشت اشتباهش و توی مسیر قدرت قرار دادنش اومده ازش استفاده کرد که به نظرم لازم بود یه مقدار این قسمت نومنوره رو اتفاقاتی که با داشت می بیشتر توضیح میدادن ولی خب کاملا مشخصه که برای فصل بعدی نگریش داشتن جلوتر داریم اینو که درخت رو به نشون میدن که برگای بیشتری داره میریزه که کاملا به این سمتی حرکت میکنه که اتفاقات زیاد جالبی قرار نیست برای نومنور پیش بیادش و اون وسط ماجرا هم دارید مجسمه پدر اروند و کنارش هم مادرش که شکل پرنده هم هست که تو این منطقه است حرفایی که الندیل و میریل میان با هم دیگه میزنن پایان اون اتفاقات احساسی که بینشون بوده میاد بهمون نشون میده به خاطر اینکه مریل با لمس پالانتیر متوجه شده بود که وقتی که نور نابود میشه اونم قرار اینجا باشه و این نابودی رو ببینه و مشخص بودش که از اینجا بیرون قرار نیست بره و شمشیری که اینجا میادشو به الندیل میده یکم معروف ترین و جذاب ترین شمشیرایی هم که تو این دنیا هم هست و داره به اون نشون میده یعنی شمشیر نارسیل رو داریم اینجا میبینیم شمشیری که وقتی که میادش و غلاف بیرون میکشدش کاملا شبیه به همون سکانسه که آراگون این شمشیر رو گرفت و بیرون کشیدش که اتفاق خیلی خوب و که جذابی نشون میده چون الندیلی که داریم میبینیم و که وجود دارن خیلی کاراکترهایی که میتونن شبیه به هم باشن تقریبا یه نکته بعدی که اینجا وجود داره برمیگرده به این شمشیر که این شمشیر رو اولین بار یه دورف آهنگر به اسم تلخار یا تلکار بودش که اومد این شمشیر رو ساختش اسم این شمشیر رو دقت بکنید از دو تا کلمه تشکیل شده دیگه یکی نار به معنی آتیش اون یکی هم سیل به معنی نور سفیده و خب توی کتاب در موردش اینطوری اومده که شمشیر خیلی درخشانی بودش و خب داریم اینو اینجا هم سعی می‌کنم درخشششو نشون بدم تو حرفهایی که الندیل داره اینجا میزنه به آناریون هم میاد اشاره میکنه که اون یکی پسرش هم هست که حرفی ازش نبود و فکر می‌کردیم حسش کردم ولی خب داریم می‌بینیم که همچین اتفاقی پیش نمیاد و قراره توی فصل بعد بیشتر به نشونش بدن با بازگشت به ارگیون میبینید که همچنان نبرد ادامه داره و خب سقوط ارگیون یکی اتفاقات مهمیه که توی داستان و کتابم وجود داره و داریم میبینیم که همین اتفاق هم اینجا پیش میاد الفایی که زنده میمونن همه با همدیگه به سمت ریوندل حرکت میکنن اونجایی که ارون قراری که حاکمش باشه با دیدن سارون و کل بریم بار دارید میبینید که یکی از قسمت های جذاب سریال رو داره بهمون نشون میده این گفتگویی که این دو نفر با هم دیگه دارن بازی عالی که چارلز از طرف دیگه چارلی دارن حسابی میاد جب به سمت خودشون میچرخونه و یه اتفاق خیلی خوب نشون میده این دوتا بازیگر جزو دوتا بازیگرهای مهم فصل دوم بودن بدون شک که بیشتر بار بازی رو دوش این دوتا بود و با بازی که انجام میدادن میتونستن حسابی بیان و صحنه رو بدوزن و برای خودشون بکنن اینجا اگه دقت بکنید توی صحبتهاشون حرف از سقوط گندولین میشه که برمیگرده به اتفاقاتی که توی عصر اولم پیش اومد داستانش خیلی بزرگ و جذاب هم کتاب داره میتونید برید بخونید وقتی که حرف از کینگ فیشر میشه کاملا میاد با اون پرنده های خاص صحبت میکنه که دیدیم خود کلبرینبورم بهشون اشاره کرد و اینکه برمیگرده میگه قراری که من به زودی برم از اینجا این رفتنی که دارن الفا رو بهتون گفتم وقتی که میمیرن حرکت میکنن به سمت سالن ماندوس از اونجایی که میدونید الفا کلا جاودانن و جاودانه زندگی میکنن اینطوریه که وقتی که میرن اونجا روحی که دارن میتونه دو مرتبه اگه دلشون بخواد یه جسم بگیره برگرده میتونم هیچ وقت اون جسمه رو نگیره و خب توی والینورم براشون حکم بهشت داره دیگه اونجا زندگی میکنه تو حرفاش اگه دقت بکنید برمیگرده به سارون میگه که تو هیچ وقت نمیتونی بیای توی والینور و خب اینم داره راست میگه به خاطر اینکه اتفاقاتی که پیش اتفاقات والار اونو یه طوری تردش کرده و بهش حق ورود به والینور رو نمیده و این یه حسرت بزرگی که سارون داره این حرفا کاملا به این سمت حرکت میکنه که کاراکتر سارون که داریم میبینیم تناس به خاطر اینکه والارا و مایارا همه اونو بیخیال شدن و تردش کرد و اون تنها مونده و همه هم ازش حسابی متنفرن این شکنجه ای که اینجا داره سارو میاد انجام میده عذابی که میاره کاملا برمیگرده به اون حرفی که قبلا قوی زده بود که ملکور حسای منو اذیت میکرد و شکنجه میکرد کاملا مشخصه وقتی که زیر دست بوده کلی شکنجه های مختلف رو یاد گرفته مثل اون کاری که آدار میگفت سارو با من انجام میداد اینجا داره با کلبرینبور انجام میده تو ادامه صحبت شاید شهید دقت بکنی میگه آخر سر اون حلقه و اون هنر تو چیزی که باعث نابودیت میشه که داره جلوتر پیش بینی کنه اتفاقاتی که بعدا دیدیم و اینکه یه نفری که میادش و تو رو نابود میکنه اتفاقی که برمیگرده به فرودو و اون طرف هم بهتره به این موضوع اشاره بکنیم که اون گالوم بود که با حلقه پری تو مواد مذاب و دخل سارون قدرتش رو برد بعدش میشتم که برمیگرده میگه که تو سایه ملکوری و این کاملا چیزی که حسابی ازش متنفره چون میدونیم سارون تو صحبتهایی که کرد نشون داد که هم ملکور خوشش نمیاد و از اون متنفر و اینکه قرار باشه توی سایه اون زندگی بکنه و همه یه طورای اونو جانشین ملکور ببینن چیزی که سارون باهاش حال نمیکنه به خاطر همین هستش که حسابی عصبی میشه و بعد از اونم میبینید که به اسم ارباب حلقه میادش و اشاره میشه که کاملا برمیگرده به سارون و حرفی که بهش میزنه اینه که تو ارباب اونا نیستی تو زندانی حلقایی و این یه اتفاق خیلی جالب و یه دیالوگ جذاب بود بخاطر خاطر اینکه سارون تمام کاری که, که ساخته ساخت حلقه به خاطر این بود که قدرت بیشتری به دست بیاره بتونه این منطقه رو کنترل بکنه چیزی تحت کنترل خودش نگه داره ولی همین به سمت حلقه ها حرکت کردن همین که بخواد سعی بکنه از اون درست استفاده بکنه در آخر باعث این شد که بیاد بیشتر قدرتش شده حلقه یگانه بذاره و حلقه یگانه که بعد از نابود شدنش میشه گفت که یه کاری با سارون کرد که دیگه نتونه مثل گذشته خودش برگرده و این زندانی بودنه کاملا برمیگرده به اون حلقه ای که اون و قدرت زندانیش بود اشکی که اینجا سارون میریزه اگه بیم بهش یه نگاهی بندازیم شاید یه مقداری خب بحث احساسات وسط باشه چیزی که حالا توی کتاب زیاد وجود نداره که بخواد احساسات یه کاراکتری مثل سارون رو بخواد بهمون نشون بدم. ولی اینجا چون داریم بازیگر رو سریالو سریال رو به نظرم این اش یه مقداری میتونه صحنه رو جالب بکنه به خاطر اون تمام اتفاقاتی که براش پیش اومده اینکه تمام کارهایی که با کلبرینبور برو انجام داده برای رسیدن به هدفش بود و مرگ اون باعث شد که اون هدف نهایی رو نتون تکمیل کنه مطمئنا توی ذهنش این هدف نهایی رو داشته که بیاد حلقه یگانه رو بسازه و شاید میخواسته از کلبرین بر بیادش رو استفاده بکنه و بیشتر به نظر این سکانس برای بوده که این صحنه مقداری قابل تر بشه و دیالوگایی هم که اینجا وجود داشت اینکه تو هیچ وقت نمیتونی بری والینور اینکه همه تو رو تردید کردن که همه از تو متنفرن اینکه تو رو به عنوان سایه ملکور میانن به نظرم یه عذاب بزرگیه که برای سارون وجود داره و خب این صحنه میتونست بیاد یه مقداری این دیالوگا رو تکمیل کنه با آمدن اورکا می‌بینید میبینید که سارون به همون روش قدیمی که همیشه استفاده میکنه اینجا برمیگردیم که من اسمای مختلفی داشتم یعنی که الان میرم رو مختون و قرار ازتون استفاده کنم وقتی که میریم سراغ تو اسلدور دارید یه نکته اینجا متوجه میشید که به نظرم اضافه بود نمیدونم حتماً این کارو میکردم وقتی ما داریم کاراکتر اسردی می‌بینیم که حالا با نامزد خودش اونجا هم هستش و با همدیگه بنای خونه رو گذاشتن که زندگی بکنن و عاشق همدیگه بودن اینکه ایسلدور میادش و بهش میگه بیا با هم دیگه بریم نوانو رو بیا اینجا فرار بکنیم این مقداری به نظرم جالب نیستش به خاطر اینکه اصلا یه سکانس اضافی بود اون به اون طرف بوده از طرف خوشش میاد با هم دیگه قرار خونه بسازن هیچ قطع ارتباطی هم بینشون وجود نبوده یعنی اینطوری نبودم که برو با طرف کاد بکنه بگه من تو رو نمیخوام بعد یه دفعه میخواد بیاد با اینجا با ایسلدور بره بعدا میبینیم که نامزدش هم میاد جلوشو میگیره کاملا مشخصه که از یه صحنه اضافه عجیب غریب به نظر نمیام چیزی چیزی میساشتن حالا از این اتفاق بگذاریم که اضافه کاری بود میبینیم که کمنو اینجا اوردن و تبدیل شده به فرمانده این منطقه ورودش به این منطقه کاملا داره بهمون نشون میده که ممکنه که اون جزء کاراکترهایی باشه که یه حلقه از سارون میگیره یا یه تئوری دیگه هم که براش وجود داره قبلا در مورد صحبت کردیم به گروه بلک نومنوری ها اشاره کرده بودیم و اینکه یه کاراکتری به اسم دهن سارون هم داشتن و ممکنه که این کاراکتری که داریم میبینیم تبدیل بشه به یکی از اون اعضای بلک نومنور و بعدش میدونید که حرف از قطع کردن درخت ها میزنه که خب میدونیم اون هفته قبلی انتا حسابی شاکی بودم و مطمئنا توی فصل و این قرارش درختی قطع بشه درگیری بیشتری بینشون به وجود میاد جلوتر دارید میبینید که آدار حلقه گالادریل رو برداشته بود و اون تو دست خودش کرده و میبینیم که اون قدرت شفا که داره اونو حسابی برگردونده به شرایطی که قبلا داشته شرایطی که حتی اسم قدیمی خودش رو یادش نمیاد و بهش هم اشاره نمیکنه چون کاراکتری هستش که برای سریاله نمیدونم اسم قدیمی اون چیه شما حدس میزنید که شبیه کارکتری توی کتاب باشه اسمشو رو میدونید میتونید توی کامنت بنویسید اینجا میبینید که اهمیتی که آدار به اورکا میده کاملا مشخصه اینکه میگه من با گروه هم میریم و دیگه برنمیگردیم کاملا به خاطر اینه که دیگه گروه ها وارد جنگ نکنی چیزی که اونا زیاد درکش نمیکردن اون به عنوان یه پدر فقط به این موضوع نگاه میکردش اینکه داریم میبینیم سارون میاد با یه نقشه مشابه به همون نقشه که ابتدای فصل دیدیم که سارون رو کشتن اینجا آدار رو باهاش میکشن میاد کاملا برمیگرده اون سکانس رو اینجا بهمون نشون میده شاید خیلی ها دلتون میخواست مثلا یه سکانس فایتی بین آدار و سارون ببینید ولی خب به نظرم همین روش ایلگری که جلو اومد به اون سبک خودش بدون که بخواد حسابی درگیر بشه میادش و دخت آدارو میاره سکانس جذابی بودش اومد همون اتفاقات گذشته رو به اون نشون داد اینکه سارون همیشه سعی میکنه انتقامش رو کامل و درست بگیره مبارزه که سارون و گالادریل اینجا با هم دیگه دارن شاید بگید که چطوریه که گالادریل داره پا به پای اون که یه مایار هم هست شو حسابیم قدرتمند مبارزه میکنه به خاطر وجود حلقه است چون حلقه رو دو دست خودش داره میتونه اینطوری مبارزه بکنه هرچند که کاراکتر گالادریل که میشناسیم جز که بهترین مبارزای الفان به حساب میادش ولی خب با وجود حلقه میتونه جلوش دووم بیاره بدون وجود حلقه خب نمیتونه این مبارزه انقدر طولانی باشه جلوتر دارید می‌بینید که گیل گلاد روند و گرفتن و اورکو میان شروع میکنه به سوزوندن دست که برای الفا بوده می‌بینید که ارون اشاره میکنه که این کار انجام ندید این برمیگرده به اتفاقاتی که دو آینده پیش میادش ارون بعدا شروع میکنه به جمع کردن تمام اون دانشی که برمیگرده به الفا اونا رو کنار هم و اینطوریه که اون شمشیر شکسته نارسیل به دستش میرسه و اونم نگه داشته بود مبارزه که بین گالادریل سارون ادامه دار میشه میبینید که یه می تغییر شکل میده وقتی که حالت حال برند خودش میشه اگه نگاه بکنید اینجا گالادریل یه این مقداری مکس میکنه این برمیگرده به اتفاقاتی که توی فصل اولم بود یه موج احساسی بین این دو نفر داشت حرکت میکرد حالا با تمام اتفاقاتی که میدونیم و خب میدونیم که خب اونم ازدواج کرده ولی خب بازم یه موج احساسات بین این دوتا بود همون موجی که ارون بهش حسادت میکرد حالا شاید خیلیاتون میگید که نه این فقط یه دوستی ساده است یه همچین چیزی نداریم ولی بازی بازیگر رفتاری که دارن مدل نگاه کردنشون اون موج احساسیه که یه مقداری به سمت دوست داشتن بیش از اندازه میره میادشو بهمون نشون میده و اینجا داریم این اتفاق دو مرتبه پیش میاد حرف حرفایی که سارون هم داره نشون میده که از گالادریل خوشش میمده و میخواسته به عنوان ملکه از اون استفاده بکنه اینجا دیالوگایی که میبینیم تغییر شکلهایی که پیش میاد تمام برمیگرده به دیالوگایی که توی فصلم بود به نظر اون سکانس اکشن که اینجا داره بهمون نشون میده قابل قبول عالی نیستش به خاطر اینکه مدل بازی و اون سبک مبارزه که گالادریل داره من ترجیح دادم که مقدار قویتر باشه چون میدونیم که یکی از خوب الفام هست که چند تا مثلا صحنه مختلف داشته باشه تاکتیکش رو عوض بکنه ولی میبینیم که زیاد این اتفاق پیش نمیاد ولی باز هم سکانس خوبی اون هیجانه رو میاد بهمون نشون میده اینجا که میبینیم سارو میاد با تاج خودش توی بدنش فرو میکنه تاجی که داره اگه نگاه بکنی شبیه به همون تیغه که گلا میادن ازش استفاده میکردن و اینطوری که زخمی که به ازا زخمیه که به این راحتی قرار نیستش که درمان بشه این که برمیگرده میگه من میخواستم تو رو ملکه خودم بکنم یه مقداری به اون اتفاقاتی که اگه حلقه دست گاردریل میفته چه اتفاقی پیش می اشاره میکنه اینکه ممکن بود کاراکتری که داری میبینه و به خاطر اون حس انتقامی که داره یه مقداری حالت شیطانی طور به خودش بگیره که این به این موضوع هم داره اشاره میکنه فقط حالا ضعف این قسمت مبارزه کجا داره دیده میشه این صحنه ای که داری میبینی وقتی گالادریل میزنه روی زمین میفته شمشیرش میندازه کنار نه تا که میفته بیرون و ور میداره این که میخواست حلقه اونو بگیره خیلی راحت میتونست از تو دستش بکشه بیرون و نیاز به این ادا و ها این که بلندش بکنه و بیا خود حلقه رو به من بده نبودش من نظرم یه مقداری اینجا شاید مقاسم مثلا غرور سارا نشون بده این مقدار اون اعتماد به نفس و مقاومتی که گالادریل داشته رو نشون بده چون اونجا دیدیم با یه لقد زدش و برگشت گفت دیگه درا و تو نمیتونی به ذهنم نفوذ بکنی و این صحنه شاید میخواست این موضوع رو تکمیل بکنه که دیگه ذهنی که گالادریل داره از سارون دور شده و قرار نیست که به این راحتی بهش نفوذ بشه و این پریدن پایین شاید به اون اتفاقیه که رند اول فصل داشته با حلقه پرید پایین اینجا هم داریم این اتفاقا برای اون پیش میاد و اگه این حلقه رو همراه خودش نداشت اینطوری که خورد زمین قشن خورد خاکشیر میشد بدون شک ولی خب به خاطر وجود حلقه است که داریم میبینیم که جون سالم به در میبره و خب اینجا دارید میبینید که اروند که میاد بالا سرش به خاطر حالا اون علاقه و اون دوستی که بینشون وجود داره هر چیزی که اینجا بود اون شیمی که بینشون هست قبول میکنه که بیاد حلقه ها استفاده بکنه یه اتفاقی که بعدا توی داستانم داریم چون خود هم از حلقه استفاده کرد و اون قسمت و جنبه مثبت حلقه رو میده دیگه با این حلقه میشه اومد و از بقیه الفا محافظت کرده اون قسمت محافظتی رو به رخ میکشه وقتی که میبینیم ایسیلدو نشون میده که داره برمیگرده نومنور احتمالا قرار یه سر اتفاقاتی اونجا پیش بیاد شاید بیان از خواهرش به عنوان نقطه ضعفش استفاده بکنن که بره پدرش بیا رو تسلیم میکنه بعدا که میره بیرون کنار پدرش بمونه یا خواهری که داریم میبینیم شاید اونجا خودشو مثلا بکشه یه کاری انجام بده که اون اتصال قطع و ایسیلدور به سمت پدرش بره و برادرش که بیرونه و اینطوری باشه که اون گروه جدا رو بیان تشکیل بدن تا اون قرار یه سری چالش‌های مختلفی ایسیلدور توی فصل سوم با اتفاقات نومنور داشته باشه اگه سارون هم بیاد وارد نومنور بشه که این چالش و اتفاقات قراره که جالبتر بشه جلوتر دارید می‌بینید که سارون اومده و چکش فانور رو برداشته که در موردش با هم دیگه صحبت کرده بودیم یه حدسو می‌زدیم که همچین اتفاقی پیش بیاد در طریق این چکش باشه که حلقه خودشون احساسه که کاملا مشخص هدفش همینه نوری و گروهش رو میبینیم که از اینجا میرن این رفتن هم احتمالا داره به این موضوع اشاره میکنه که شاید تا زمانی که به شاعر برسن قراره که این رفتن رو جستجوه ادامه داشته باشه احتمالا توی ادامه داستان شاید کمتر اونا رو ببینیم و در موردشون صحبت بشه ولی ممکنه که توی این سریال و فصل مختلفی که داره اونا این منطقه شاعر رو پیدا بکنن و بهمون نشون بدن که این گروه اونجا خونههای خودشون شروع کردن به ساختن با دیدن گندالف و اصایی که پیدا میکنه اگه به شکل اصایش دقت بکنید خیلی شبیه به همون اساییه که گندالف هم ازش استفاده میکرد نکات خیلی زیادی به سمت گندالف و فصل اول وجود داشت تا اینجا که جلو اومدیم و دیدیم که این دکتر رو کنار هم دیگه جسموندن و کاملا هم به نشون دادن که این کاراکتر خود گندالفه و خب اینکه داریم این یه داره زارش متفاوته به خاطر اینکه مثلا یا حالت جوانتری و داره ازش بهمون نشون میده بازیگری هم که داره بازیگر خوبیه به نظرم اینکه این, این کاراکتر گندالف هم شد اتفاق بدی نیستش شما میدونی میتونه نقش خیلی خوب بازی بکنه همونطوری که چالی داره نقش سارون بازی میکنه این طرف هم بدون شک اون میتونه نقش گندالف خیلی خوب جلو ببره اینکه تام بهش میگه اسمای مختلفی داری هم کاملا اشاره میکنه به اینکه گروههای مختلفی که داریم میبینیم تو هر منطقه ای که هستن اونو با یه اسم خاص صدا میزنن و خب این میاد کاملا به این موضوع اشاره میکنه کنار آتیش نشستن شعرهایی که میخونانم میاد اشاره میکنه به همون شعرهایی که برای تام و توی کتابم وجود داره از چهره اون به سمت دارک ویزارد که حرکت میکنیم خب داره بهمون نشون میده اون گندال فینم بدون شک سارومان و قراری که اتفاقات بیشتری هم با هم دیگه جلوتر تجربه توی کازاد هم دارید میبینید که اتفاقی که پیش اومده اینه که دورین چارو الان با یه چالش بزرگ رو به خاطر اینکه بعد هم قدرت رو نگه داره همون پولی که بقیه داده رو بیاد یه طوری کارشون رو انجام بده که ما میدونیم این هفت حلقه دورفا قرار که بهشون برسه مطمئنا قرار که بیاد اون حلقه رو به اونو به داله خودش میاد در حلقه پدرش استفاده میکنه یا نه مشخص نیست ولی خب ممکنه که جلوتر همچین کاری رو انجام بده و خب توی صحنه آخری که داریم میبینیم گالادریل به نشون میده که اسای نورانی مسو بلند میشه این بیدار شدنه اشاره میکنه به همون صحنه ای که با فرودا داشتیم بعد از اینکه زخمی شده بود این آماده شدن برای جنگ و مورزان برمیگرده به همون اولین جنگایی که با سارون الفا دارن و درگیری‌های مختلفی که بینشون قرار پیش بیاد که توی فصل سوم مطمئنا میاد این موضوع بیشتر بیشتر بهمون نشون میده اینکه نقطه حلقه باید بره برسه به نه تا پادشاه انسانی که بعدا تبدیل به نازگولا میشن و اتفاقات مختلفی که پیش میاد و مطمئنا قراری که روی تمرکز بیشتری باشه و اینکه اون هفت حلقه که دستشون و اینکه چه اتفاقی قرار برشون پیش بیاد و بیشتر بیان بهمون نشون بدن و خب نوم نوری که مطمئنن قرار توی فصل بعدی پررنگترم بشه و خب اینم تمام نکات مهمی بودش که توی قسمت آخر فصل دوم دیده می و امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی ازتونم ممنونم که تا انتهای این فصل هم همراه من بودید اگه فرصت بشه مطمئنا یه ویدیو نقد و بررسی درست میکنم که کل این فصل با هم دیگه نگاه بکنیم یه نگاه فنی روش داشته باشین روی اتفاقاتی که کجای نقطه های ضعفش به حساب ميمد. کجا نقاط مثبتش بود و چطوری میدونستن اوضاع رو بهتر بکنن از اونجایی که میدونین سریال هزینه زیادی براش شده از که حسابی بزرگ و جذاب و دوست داشتنیه اگه نقدی هم کسی میاد بهش میده به خاطر اینه که میتونه شرایط از این بهتر باشه همه انتظار دارن که با یه سریال خیلی خوب با یه اتفاق خیلی جذاب از دنیای تالکینگ آشنا بشن و رو بشن یه چیزی شبیه به سگانه پیتر جکسونی که مطمئنا تکرار نشدنی این من اینکه خودش بیاد دوباره یه فیلم جدیدی و بسازه که حسابی جذابیت گذشته رو بهمون بده و با هم منتظر باشیم تا فصل سوم بیرون بیادش که مطمئنا خبری ازش شو تریلری اومد حتما براتون ویدیو جدید درست میکنم داخل کانال قرارش میدم لایک کوسا و زنگولم که یاد نره فعال بکنید تا میتونید محتوای جدید دسترسی بده بکنید توی کانال ویدیو جدید و تماشا بکنید این ویدیو رو براتون اینجا بررسی قسمت دوم پنگوان و قسمت دوم سریال فرام هست که داریم این دوتا سریال هم بررسی میکنیم با هم دیگه جلو میریم که میتونیم بریم ویدیو رو هم تماشا کنیم و خب دیگه حرفی هم نیمونه تا ویدیو بعدی بدرود